تلویزیون حکومت آخوندی در اعتراف به اعزام عوامل نیروی تروریستی قدس به سوریه و دیگر نقاط منطقه بر اساس تاکیدات خامنه ای و استفاده از روش های فله ای و قاچاق در پروازهای هوایی گفت. اما یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری حفظ و میشه گفتش که یه جوری ساپورت و آموزش نهضت ها هستش، نهضت هایی که تو تمام دنیا شعار اولشون مبارزه با ظلمه. اگر ما این دایره رو یعنی اینطوری نگاه کنیم، یه مقدار وسیع تر نگاه کنیم نسبت به اینکه حالا بیایم صرفا فقط اسم مدافع حرم رو بذاریم، یکی از وظایف ما ایجاد این دیوار قبل از مرزهای خودمونه، این دیوار دفاعی رو ما باید به پشت مرزهای خودمون ببریم، از این نهضت‌ها، از این گروه‌ها باید حمایت بشه. یک عده سرباز گمنام حالا توی نیروی مخصوص سپاه آموزش می‌بینند که این کار رو انجام بدن، یعنی تو روزایی که شاید ما اصلا حتی به قصه سوریه و عراق فکر نمی‌کردیم، اینها در حال آموزش بودن، در حال کار بودن، توی مأموریت‌های مختلف بودن. شناسنامه افغانستانی گرفتن که راحت‌تر بتونن. نه خب نحوه اعزام برادر افغانی اینجوری نبود که مثلا این ایرانی‌ها پاسپورت و مهر بخوره و برن و خروج و ورود، نه این نبوده. گروهانی و اون دسته‌ای که بودن میرفتن توی فرودگاه و از گیت رد میشدن و میرفتن. درست چند سال پیش در داخل و خارج از ایران گروهای بسیاری برای درهم شکستن اراده محور مقاومت گرده هم آمده بودند. از یک سو در درون مرزهای کشور عده‌ای باش نه غزه و نه لبنان مشغول پایکوبی بودند،